با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. حالتان خوب هستش؟ من حالم خوبه، شما به نظر میسته بیحالید. بله یه مقدار سرما خوردم به خاطر همین یه مقدار. بله رو بلنگو که نیستی؟ نه خیلی. خب بفرمایید، در خدمت. از کجا تلفن میکنی؟ از آمریکا. خب باید تلفن بفرمایید، در خدمتتون. آقای دکتر، من یه مقدار هول شدم. میخواستم ببینم که من یه سوالی داشتم راجع به همسرم. ما حدود 32 سال هستش که ازدواج کردیم و من خودم انجینیر هستم، همسرم پزشک هستش و من سوالم این بودش که نه بر سر بگوین هر دو چند سالتونه؟ من 57، همسرم هم حدود 59. فرزند چی دارید؟ یک پسر دارم. چند سالی؟ حدود 24-5. یعنی شک دارید؟ از امریکا گفتی؟ چه مدرس امریکا هستی؟ همون حدود تقریبا 24. فرزندتون اینجا متولد شد یا در ایران؟ در ایران. و بعد آمدید امریکا و در اینجا هر دو تو شغل و کار خودتون هستید؟ بله. خب حالا موضوع و مسئله چیه؟ مسئله من این هستش که آیا این اوکی هستش که من یعنی دیدم که بعضی وقتا همسر من به این کلیپ های پورن یا مثلا حرف هایی که از این کلیپ های کوتاهی که توی اینستاگرام یا واتساپ هستش گوش میدن، میخواستم ببینم که این اوکی هستش. وقتی که من فهمیدم به من گفتش که این که چیزیه که مثلا برای آقایون اوکی یا چیزی نیست، ولی مثلا تو چرا مثلا نگاه کردی؟ و نه گفتن که برای آقایون اشکال نره، برای خانم ها اشکال داره؟ نه راجع به خانم ها نگفتن چیزی. من اصلا به من به کار من یعنی هیچ وقت نیومدن که آقا. نه من جمله رو نفهمیدم. آخه شما جمله رو یه جوری گفتید که من نفهمیدم. فرمودی گفتن یعنی که یعنی که اوکی که مثلا آقایون میکنن این کارو، یعنی خب آقایون خب معلومه بیشتر آقایون هم مواد مخدر مصرف کنن، آقایون هم بیشتر سیگار میکشن یا مشروب میخورن، این اوکی میکنه کار آقایون رو؟ من سوالم همین هست از شما، میخوام ببینم که من به نظر من نیست و به نظر حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم. نه خب معلومه درست نیست، ولی حالا بحث آدم هم که مشروب میخوره سیگار میکشه درست نیست، ولی حالا پرسش من این است. یک، رابطه جنسی خودتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟ خوب. دوم این که فکر میکنید اینا رو که میبینند با اون خود ارضایی میکنن یا فقط میبینند؟ میبینم. نه فکر از این وقت مطمئن. فرض کنید در هفته چه مدتی ممکنه وقت برای این کار بذارن یا چند بار؟ نمیدونم، خیلی مثلا مشغول هستم، ولی موقعی که تلفن هست خب همتون نگاه میکنم، ولی فقط این نیستش. یعنی اینا مثلا اخبار هست چی هست، ولی این وسط ها این هم هستش و این برای من یه مقدار عجیبه، برای اینکه من خودم اصلا تو دوست ندارم واقعیت این هستش و این برای من یه مقدار. حالا اگر شما بهشون بگید من دوست ندارم که تو فیلمایی ببینی که رابطه جنسی زن و مرد رو نشون میده و زنان و مردان رو نشون میده، اینو دوست ندارم، پاسخ ایشون به شما چیه؟ میگن خب دوست نداشته باش، ولی این اول از اول که من واقعیت این هستش که من حدودا مثلا 7-8 سال پیش دیدم توی یه گروه واسطی که مال گروه دانشجوهای خودشونه، ولی وسط هم از اینجور چیزا میومد، من فهمیدم و بعد اونو پسورد گذاشت و ولی من میدونستم باز هستش و میگفتن که من علاقه ندارم، همینطوری میادش و من هم هیچ علاقه ندارم، ولی چون میاد من میخوام با دوستم هم در ارتباط باشم، وسط ها اینا میادش و واقعا هم این بود. چیزای دیگه بود، وسط هم یکی از دوستاشون میفرسته، این خودش ایش وقت نمیفرسته،
ولی من اخیرا دیدم که روی اینستاگرام چند تا چیز رو فالو میکنه، خودش هم نمیدونست که ویدیو میشه، که من اصلا گفتم این اصلا درست نیستش که دیده بشه، یه موقع کسی بره ببینه که فالو میکنه این پیج رو، و اونا رو انفالو کرد. ولی من از این که میگفت من علاقه ندارم ولی دیدم خودش این پیج ها رو فالو میکنه، برای من یه مقدار بیشتر مثل این که افکت کرد. نه متوجه هستم عزیز، اونو متوجه هستم، ولی فکر بود چقدر همسر شما یه آدمی است که حوصله‌اش سر میره و بنابراین دنبال یه هیجان کاذب میگرده، یا اینکه نه این تیپو نداره؟ نه این تیپو نداره، خیلی مشغول هست به خاطر کارش. خب خاطر همونه که برخی از وقت خستگی از کار برش یه نوع دفعی است که در این زمینه هست، و شما که توی این مدت خطایی از ایشون در جهت ایجاد ارتباط با کسی ندیدید؟ نه ندیدم. از این بابت خاطرتون آسوده است؟ رابطه جنسی خودتونم که خوبه. به من میگید این حرفایی که ایشون میزنن درسته؟ اصلا درست نیست و مسئله مردون زنونه نداره. خب برای یه چیزایی هست که در یه جامعه بیشتر مردان، البته تفاوتی که از نظر رابطه جنسی مرد با زن هست رو میدونیم، یه سابقه تاریخی داره، یه واقعیت فیزیکی داره و یه مسائل دیگر روانی که کنارش هست، و عملی هم که ایشون انجام میدن بیش از هر چیزی که آدم بخواد بگه بد است و غلط زشته، یعنی اون واژه بیشتر بهش میاد. ولی خب مثل آدمی که سیگار میکشه یا مشروب میخوره، ایشون هم سیگار و مشروب خوردن رو یه آدمی توضیح میده یا توجیه میکنه، ایشون هم برای اینو برای خودش توجیه میکنه، و با وجودی که میدونه شما دوست ندارید، ناراحت میشید، اذیت میشید، اینو داره ادامه میده. ولی خب کار خاصی که براش شاید بیش از این زورتون نمیرسه انجام بدید، و این موضوع رو نمیشه مبنای قرار داد برای هر اقدام دیگری که در ذهنتونه. یعنی در واقع باید اینو همینطور بذارم به حال خودش، که یعنی من نمیخوام بگم ایشون کاری که میکنه زشته، البته همیشه اون چیزا، یعنی مثلا این مثلا ممکنه یه پیج باشه که یه خانمی داره صحبت میکنه، یعنی هیچ چیزی هم نشون نمیده، ولی dirty talking یه همچین چیزی. خب یه افراد هستن که این کار دوست دارن عزیز، یه آدم هایی هستن که حتی یه مقدار دفع تمایلات جنسیشون رو از طریق کلامی انجام میدن. خیلی از وقت مسئله رابطه جنسی فقط رابطه فیزیکی و مکانیکیش که نیست، زمینای مختلف روانی و حالات متفاوت داره، حتی بیماری‌هایی هم داره. افرادی هستن که اصلا بدون یه گفتگو آمادگی جنسی پیدا نمی‌کنن یا ارضای جنسی، آدمایی هستن که بدون تصور و تخیل نمی‌تونن کار کنن، آدمایی هستن تا زمانی که این رو به یه مرحله حتی سادیستیک و مازوخیستی نکشن، یعنی دیگر آزاری و خودآزاری. ببینید ما سه تا مسئله اصلی و اساسی داریم که هممون کم و بیش توش گرفتاریم. کمترینش پوله، بعدش مذهبه، بعدش سکسه. یعنی به دلیل شرایطی که حاکم است در جامعه و خانواده و اتفاقات و مسائل انسانی، همه گیر و گرفتاری های اینجا اونجا دارن. درست بس که فرض کنین همه ما یه غذاهایی رو میخوریم که نباید بخوریم. حالا در مورد غذا خوشبختانه به تدریج بهتر شده یا برخی از عادات، ولی این مسائل همچنان هست. همسر شما یه گیر و گرفتاری هایی داره، ولی اینکه ایشون بخواد بره کمک بگیره، اینکه بخواد از بین ببرتش، مثلا وقتی که فرضش اینه که من کار خاصی که نمی کنم، خطری که نداره، ضرری که نداره، فقط همسرم ناراحت و ناراضیه، اونم حالا یه جور دیگه راضیش میکنم یا به هر حال ناراحت و ناراضی که باشه، اونقدر شدید نیست که مسئله آفرین باشه. ولی اینکه شما بخواید به جنگ ایشون برید به جایی نمیرسید، و بعدم متاسفانه به نظر میرسه که این مسئله برای ایشون یه عادتی شده، ای بسا حتی اعتیادی شده، که یه مقدار تخلیه روانی رو داره، همطور که تو گفتگوی امروز درباره فرد دیگری بود، موضوع دیگری بود. ولی به هر حال ما خیلی از اوقات این تخلیه رو میخوایم، این همون چیزیست که
خوابهای ما یه مقدار تخلیه روانیه دیگه، درست مثل عمل دفعیست که برای انسان به عنوان یه واقعیت. ولی اینکه به ایشون هم بگید این کارا درست نیست و بوی گرفتاری و حتی بیماری و اینا رو میده، تغییر در اوضاع نمیده. بنابراین ولی آیا این گرفتاری یا گیری هستش؟ مثال من این هست حتما هست. برای که ببینید عزیز نشونه این چی مثلا ببینید مثلا یه مثلا مثلا این کلن گفتیم اعتیاد مثلا یه موقعی برنامه این بازی هایی که هستش که روی چیز میکنن مثلا بشینه دائم با اینا ممکنه بازی بکنه اگه این کار باشه. خب ایشون نشون میده حوصله. ببینید مسئله اصلی و اساسی عزیز در انسان غیر از موضوع استراب یه مسئله دیگری است مثل افسردگی، اما یه چیزی این میانه است و اون حوصله سر رفتنه. یعنی یه آدمای یه جایی میرسن که get bored، حوصله شون سر میره. و این مسئله از نظر علمی خیلی مهمه. حالا برای رفع این دست به کارهایی میزنند که خیلی خطرناک یا مضر نیست ولی سالم هم نیست. یعنی چرا ازتون پرسیدم؟ همسر شما یکی هستید که درگیر کاره و یه دوران مثل که تخلیهی میخواد، مثل آدمی که کار میکنه غذا میکنه باید بره دستشویی، این تخلیهشون تخلیه روانیشون اینجاست و این برای مردا حرفشون اینجا درسته بیشتر از که در تماشای این روابط این رو داشته باشن. حالا چند اندازه از جوانیشون بوده، چند اندازه در جوانی خود ارضایی میکردن، ریشش در اون تخیل اونجاست، چه مقدارش الان عادته، چه مقدارش در حقیقت یه نوعی کم ضرر و کم خطر عملیست که ایشون رو آزاد میکنه، راه میکنه، میتونه بره دنبال کارش. یعنی ای بس آفرز کنید 5 دقیقه 10 دقیقه یه همچی برنامه رو ببینن دوباره میتونن برن سراغ کارشون و گویی مثل آدمی که میاد یه بعد از 2 ساعت یه بریک یا یه تنفسی میگیره یه قهوه میخوره دوباره برمیگرده سر کار. یعنی این نقش رو داره، چون مسئله انسان یه مسئله حوصله سر رفتن است. برای که شما ببینید آدم ها به در چرا تغییر میکنن؟ یک، پوزشون به خاک مالیده میشه، دو، میبینن دیگران تغییر کردن، ولی سومینی که از زندگی حوصله‌شون سر میره، یعنی اون شور و شوق و هیجان درش نیست. پس باید یه چیز کاذبی دروغینی راه انداخت. آدم ها چیزهای مختلف انتخاب میکنن، یکی از اونها همین گیما و بازی های کامپیوتریه، یکیش هم تماشایی همچین فیلم هاییست. یعنی این رو من بیشتر به عنوان یه آدمی میبینم که حوصله سر میره و میخواد یه ذره وقت رو حالا نکشه ولی وقت رو با یه چیزی که براش جالبه، لذت بخشه، گنجکاویش رو تحریک میکنه انجام بده. ولی اشکال کار وقتیست که شما همسر دارید و اوستی از این موضوع میتونه ناراحت باشه. ولی اگر شما هم بپذیرید تأثیری تو زندگی ما نداره، فرقی نمیکنه، خب میشه راحت تر باش برخورد کرد. چون اگر همین حال رو نسبت به کسی پیدا میکردن اون موقع ما سخت مسئله داشتیم. ولی اگر شما خاطرتون از بابت رفتارشون آدابته خودتون هم خوبه، بی خودی کند و کابی نکنید، چون چیز خوبی از توش در نمیاد. بالاخره یه عرض کنم خانه ای نمیدونم جواهراتی چیزی رو ازشون بگیری تو اجازه این کار زشت رو به این پسرتون بدید که بدش میخواد از این کار را بکنم. برای خوشحال شدم با تو زبطه من نمکنم.